سلام و درود به همه شما دوستان عزیز من باران هستم و خوش آمدید به کانال لرم بیت باران با شما هستم با ادامه آموزش زبان ترکی استانبولی با کتاب استانبول آبیر برای اینکه این, این ویدیوها ادامه دار باشند و دوستان بیشتری بتونن ازشون استفاده کنن لطفا حتما کانال رو سابسکرایب شید اش... به اشتراک بذارید و <تص> لایک کردن رو فراموش نکنید نظرات و پیشنهادات خودتون رو با من در میون بذارید و امیدوارم که با این ویدیوها و با این آموزش ها شما بتونید هرچه سریتر به هدفی که دارید و اون آموزش زبان ترکی استانبولی هست چون قطعا من نمیتونم شما رو به همه هدفاتون برسونم ولی <applause> امیدوارم که با تلاش شما بتونیم کمک کنیم که شما به این هدف خاصتون برسید خب امروز درسمون رو با یه نکته گرامری شروع میکنیم دیل بیلگیسی دیل بیلگیسی یا همون گرامر چول یا پسوند جم چول اکی اک به معنای پسوند چول اکی پسوند جمع خب در زبان ترکی وقتی یه چیزی تک باشه تک یعنی یکی باشه مثل مثلا این بارداک حالا خیلی به نقاشی میراد نگیرید وقتی تک باشه بارداک اون رو به همین صورت می نویسیم و وقتی چک باشه یعنی بیشتر از یکی باشه اونها به صورت چول جمع و بهش میگیم بارداکلار باردکلار پس اگه تک باشه بارداک اگه جمع باشه چک باشه میگیم بارداکلار خب حالا نکته ای رو که اینجا باید بهش دقت کنیم این هست ما حروف اینجا و کالین رو قبلا بهتون آموزش دادم توی درسه اول در زبان ترکی حروف صدادار حروف بی صدا داریم حروف صدادار شش تا حرف هست که اون شش هشت حرف هست که اون هشت حرف در دو گروه چهارتایی تقسیم میشه و به این صورت اینها کاربرد دارن آ ا او او اگه این هر کدوم از اینها در انتهای کلمه بیاد آخرین حرف صداداری که توی یک کلمه قرار داره هر کدوم از اینها باشه ما اون رو به صورت لار می نویسیم ما اون رو به صورت لار می نویسیم و اگه هر کدوم از این حروف آخرین حرف صدادار یک کلمه باشه ا, ای ö, او او اون رو با لر می نویسیم. پس برای جمع بستن لار و لر استفاده می کنیم. کی تصمیم می گیریم که کدومه این حروف صدادار جمعن حروف صدادار کالین و اینجا مشخص میکنن که ما کدوم رو قرار هست استفاده کنیم خب با این حروف بارداک رو ما اینجا نوشتیم یه بار دیگه بنویسیم بار داک خب اینجا آخرین حرف صداداری که تو این کلمه قرار داره که حرف بی صداست آ آ نشون میده که توی این مجموعه قرار داده و ما به چه صورت می نویسیم؟ باردک لار یه مثال دیگه بزنیم ماسا خب همون جور که می بینیم باز هم آخرین حرفی که توی این کلمه قرار داره آه هست و ما اون رو به چه صورت با پسونده لار می نویسیم یا یه مثال دیگه کوش پرنده اینجا او داریم و جزو حروف صداداری هست که به لار منتهی میشه کوشلار کوش لار, کوش، لار. حالا بریم واسه اینها که لر استفاده می کنیم هم مثالهای رو بزنیم و ببینیم به چه صورته سیلگی سیلگی همینطور که می بینید آخرین حرف صدادارش ای هست سیلگی لر سیلگی لر یا دفتر دفتر توی کلمه آخرین حرف صدادار ا هست دفتر لر دفتر لر خب پس چکلوک اکی توی زبان ترکی چکلوک یا همون چول اکی پسوند جمع در زبان ترکی چی هست؟ لار که این میتونه توی دو شاخه لار و لر باشه چرا اینجوری نوشتم؟ قصدم این هست که پروفی رو که اینجا بزرگ نوشته میشه توی گرامر توی این کتاب بارها و بارها تکرار شده این حرفی رو که در وسط ترکیبمون پسوندمون بزرگ نوشته این حرفی هست که قرار هست توی دو دسته کالین و اینجا ما اون رو بهش دقت کنیم و پسوندمون رو بر اساس کلمه انتخاب کنیم پس پسوند جمع در زبان ترکی به این صورت هست بریم و با هم یه چند تا مثال داشته باشیم کجا بنویسیم اینجا بونه مثلا فرض کنید اینجا یه دونه تخت است بونه بو تا بو تا تا حالا ما میخوایم اینجا این رو به چه صورت انجام بدیم میخوایم تا رو جمع کنیم چند تا تخت داریم اول شما این کار رو انجام بدید ببینیم به چه صورته بله کاملا درسته آخرین حرفش آ هست و همونجوری که اینجا ما دیدیم آ هست با لر جمع بسته میشه میشه تاحتا لار تاحتا برای اینکه بهتر متوجه شیم من چند تا کلمه رو اینجا نوشتم اسامی رو نوشتم که بهشون پسوند اضافه کنیم با هم دیگه یوزوک انگشتر یوزوک آخرین حرف صدادارش او همینجور که میبینیم باید بهش چی اضافه کنیم لر یوزوک لر اتوبوس اتوبوس اون هم بله کاملا درسته اتوبوس الان دوربین من میفته و کاملا <خخخ> این ویدیو قطع میشه اوکی اتوبوس لر کتاب کتاب آخرین حرف صدا دارش آ هست پس کتاب لر یک <applause> 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 از ذهنم پریده چتر چتر شمسیه وازو گلدان خب آخرین حرف صدادار او وازو لار وازو لار کلم قلم آخرین حرف صدادار ا کلم لر او لر عربا لار عربا ماشین گوورجین پرنده گنجشک رو میگن گوورجین گوورجین لر چانتا لار انسان لار خب برای اینکه مطلب رو به صورت کامل یاد بگیرید و آماده باشید برای اضافه کردن به اطلاعاتتون درس امروز رو همینجا تموم میکنم میتونید هر اسم و یا کلمه رو که توی جلسه قبل یاد گرفتید همه اونها رو فکر میکنم صفحه یک لیست کامل داشتیم اینجا صفحه 13 میتونید تک تک اینها رو جمع ببندید و هم تکرار شن هم از این قانون استفاده کنید حروف کالن و اینجا رو یاد بگیرید و باهاشون کاملا این مبحث جمع رو پسوند جمع رو یاد بگیرید تا ادامه درس رو در جلسه آینده با هم داشته باشید خیلی خوشحالم که این کانال رو برای آموزش زبانتون انتخاب کردید لایک یادتون نره سابسکرایب کنید فالو کنید و حتما حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید تا جلسه آینده روز و روزگار بر شما عزیزان خوش